به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از فیسبوک احمد سعیدی، با درود و سلام، مطابق قانون اساسی افغانستان باید اعضای پارلمان، مقامات عالی رتبه، قوه اجرایه و مقامات عدلیه و قضایه باید نسبت به همه قانون پذیرتر و اصولی تر باشند. اما طوری که دیده می شود همین مقامات عالی رتبه به خصوص تعداد از اعضای قوه اجرایه، بعضی از اعضای پارلمان به ویژه فرزندانشان بی بندوبارترین، بی شخصیتترین و قانون شکنترین افراد هستند. شما دیروز فرزند یکی از وکلای پارلمان را دیدید، وقتی که وکیل پارلمان خودش قانون شکن است، وقتی کسی باید خودش حافظ قانون باشد او قانون را زیر پا کند، شما از دیگران چی توقع دارید؟ من یک پیشنهاد دارم، بعد از این اشخاص چه در قوه اجرایه، قضایه و چه در پارلمان، اگر خود اینها و فامیلشان قانون شکنی می کنند، باید در صفحات اجتماعی علیه اینها آنقدر نوشته و صحبت شود که از عملکرد خود پشیمان شوند و هرچه که شخصیت ندارند باز هم بی شخصیت تر شوند. و همچنان مجلس سنا اقدامات اخیر اجمل احمدی سرپرست بانک مرکزی را خلاف قانون و اصول خواند. مجلس سنا در نشست روز سه‌شنبه دهم سرطان برکناری چند کارمند بلندپایه از جمله معاونان بانک مرکزی را از سوی اجمل احمدی سرپرست این بانک خلاف قانون و اصول خوانده است. در این نشست فیصله شده است تا کمیسیون اقتصاد ملی مجلس سنا اقدامات اخیر اجمل احمدی را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد. فضل هادی مسلمیار رئیس مجلس سنا گفته است که برخورد سرپرست بانک مرکزی با شمار از مسئولان این نهاد خلاف قانون و اصول پذیرفته شده است. در اعلامیه دفتر مجلس سنا آمده است که سناتوران در نشست روز سه‌شنبه گفتند که فردی به ریاست یک نهاد مهم گماشته شده است که به زبانهای رسمی و فرهنگ کشور بلدیت ندارد و حتی در زمان تصدی سرپرستی وزارت صنعت و تجارت نیز برخی از اقدامات غیر قانونی را انجام داده است. مجلس سنا اجمل احمدی را در هنگام تصدی وزارت صنعت و تجارت سلب صلاحیت کرده بود. به تازگی شورای عالی بانک مرکزی چهار کارمند بلند رتبه این بانک را به اتهام فساد در هفت پرونده از وظایفشان سبکدوش کرده و پرونده های آنها را بلوی سارنولی فرستاده است. معاون دوم بانک مرکزی شامل این افراد است: واحدالله نوشیر، معاون اول بانک مرکزی و عضو شورای عالی این بانک، نسبت به این فیصله معترض بود و آن را خلاف اصول می‌خواند. بانک مرکزی روز گذشته اعلام کرد که واحدالله نوشیر نیز برکنار شده است. نوشیر روز دوشنبه نهم سرطان در صفحه فیسبوکش نوشت که به احترام حکم شفایی محمد اشرف غنی می‌خواست به دفتر کارش برود و استعفا بدهد که با ممانعت نیروهای امنیتی روبرو شده است. او این کار را خلاف اصول عنوان کرده است. نوشیر روز پیشتر از آن گفته بود که از او خواسته شده است تا استعفا بدهد. و همچنان بی‌توجهی شهروندان یا سهل‌انگاری مسئولان، بیشتر طرح‌های جلوگیری از گسترش کرونا عملی نشده است. در حالی که افغانستان مرحله فلاکتبار ویروس و کرونا را پشت سر می‌گذارد، بیشتر طرح‌ها برای جلوگیری از گسترش این ویروس به شکل جامع عملی نشده است. بر اساس طرح‌هایی که از سوی وزارت صحت عامه اعلام شده بود، پوشیدن ماسک و رعایت فاصله 2 متری اجباری و تجمعات بیش از 10 نفر و بیرون رفتن بزرگسالان از خانه نیز ممنوع شد. با این حال اما بیشتر این موارد به شکل کامل اجرایی و پیگیری نشده است. از سوی هم مردم به تدابیری که کمیته مبارزه با کرونا کابل پس از رفع قرنطینه در نظر گرفته بود نیز به استثنای چند مورد توجه جدی نکردند. در این تدابیر گشت و گذار موترها به 2 بخش جفت و تاق دستبندی شده و تردد موترهای بیش از 3 سرنشین نیز ممنوع شده است. همزمان با این کار وسایل برقی، فروشگاه‌های مواد تعمیراتی و ورکشاپ‌ها به زمان مشخص محدود و بر بسته ماندن حمام‌ها و سالن‌ها و باشگاه‌های ورزشی تأکید شده بود. اما این تدابیر با وضوح در سطح شهر نقض شده است. شهروندان در کمیته مبارزه با کرونا و در اعمال و پیگیری کردن درست طرح‌ها ناکام می‌داند
مسئولان نیز با استدلال و بی تفاوتی مردم میگویند که پیگیری کامل این موارد نیاز به همکاری مردم و جدیت بیشتر نیروهای امنیتی دارد. پلیس اما تصریح میکند که در اعمال این طرح‌ها نقش قوه ناظر را داشته و در مواقع موارد نیاز اقدام کرده است. این در حالی است که به گفته آگاهان صحی شرایط بحران کرونا در کشور به تدریج به سمت پیچیده‌تر شدن می‌رود. بحران کرونا در کشور وارد پنجمین ماهش می شود. شهروندان اما هنوز به توصیه ها و طرح‌های وزارت صحت عامه و تدابیر کمیته مبارزه با کرونا به گونه جدی توجه نکردند. کمیته مبارزه با کرونا کابل در 1.5 جوزا تدابیر تازه‌ای برای بازگشایی اصناف در نظر گرفت و تصریح کرد که شهروندان در صورت شکستن قواعد با واکنش‌های جدی روبرو خواهند شد. اکنون که یک ماه از اجرایی شدن این تدابیر می‌گذرد، به جز موارد معدود بیشتر قواعد از سوی شهروندان نقض شده است. این کمیته اعلام کرد که از تردد موترهایی که بیش از 3 سرنشین را حمل می‌کنند جلوگیری خواهد کرد. با این حال اما بیشتر رانندگان و شهریان بدون توجه به این اصل در سطح شهر رفت آمد می کنند. از سوی هم این کمیته اعلام کرد موترها را بر اساس نمبر آخر پلیدهایشان تنظیم کرده تا نمبر پلیدهای تاق در روزهای تاق و نمبر پلیدهای جفت نیز در روزهای جفت به علاوه روز جمعه گشت و گذار کنند. این قاعده از همان روزهای اول به وضوح توسط رانندگان در سطح شهر نقض شده است. زبی محمدی باشنده کابل روز دوشنبه 9 جوزا به روزنامه 8 صبح گفت که کمیته مبارزه با کرونا در تنظیم رفت آمد پلیدهای تاق و جفت ناتوان بوده و مردم بدون توجه به این اصل در سطح شهر گشت و گذار میکنند. هرچند مسئولیت بررسی این اصل به دوش ریاست ترافیک کابل گذاشته شده، اما شهریان معتقدند که تشخیص آخر نمبر پلیدها و رسیدگی به جرایم این چنینی زمان بر بوده که رسیدگی به آن از توان ترافیک بالاتر است. کمیته مبارزه با ویروس و کرونا همچنان تصریح کرده بود که موترهای تناج بلند بین ساعتهای 9 شب تا 5 صبح گشت و گذار کنند. رانندگان نیز با توجه به این که اصل متذکره در گذشته نیز اعمال شده بود به آن عمل کردند و به تدابیر اعمال شده پابند ماندند. در فعالیت برخی از اصناف اما نقص سریع تدابیر کمیته مبارزه با کرونا دیده می شود. هرچند کمیته مبارزه با کرونا ولایت کابل اعلام کرده بود که دکانهای وسایل برقی، فلزکاری، نجاری، موبایل فروشی ها، ترمیمگاه های موتر و دست فروشانی که در یک محل قرار دارند فعالیتشان را تنها در جریان ساعت 2 تا 5 پس از چاش ادامه دهند. اما پیشتر مالکان این اصناف به تدابیر توجه نکرده و به کارهایشان در جریان روز ادامه دادن. به گفته منصور باشنده ناحیه 8 کابل، ترمیمگاه های موتر در جوار نقلی سیاسنگ از اوائل روز باز می شوند و تا پایان روز به کارشان دوام می دهند. این در حالی است که ریاض احمد باشنده احمد شاه بابا مینه کابل می گوید هم اصناف در آن نواحی در جریان روز باز بوده و هیچ مرجع تدابیر کمیته مبارزه با کرونا را تطبیق نکرده است. هرچند کمیته مبارزه با کرونا ولایت کابل در تدابیرش پس از روزهای عید گفته بود که مغازه ها و مراکز تولید و عرضه مواد تعمیرات از ساعت 8 صبح تا 2 بجه پس از چاش می توانند با در نظر داشت رهنمود صحی وزارت صحت عامه به کارشان ادامه دهند. اما باشندگان می گویند که این اصناف در برخی از نقاط کابل بدون توجه به رهنمودها حتی در پایان روز نیز به کارشان ادامه دادند و کمیته مبارزه با کرونا کابل تنها توانسته از زمان کاری عمده فروش ها را در سطح شهر تنظیم کند. از سوی هم این کمیته گفته بود که رستوران ها و هتل ها مشتری نخواهند پذیرفت و باید تنها خدمات غذایی را پشت در به منازل ارائه می کنند. با این حال اما برخی از رستوران ها در نقاط شهر باز بوده و خدمات فیزیکی را به گونه واضح یا پنهانی به مشتریانشان ارائه می کنند. بیشتر از باز بودن برخی از حمام‌ها و سالن‌ها و باشگاه‌های ورزشی نیز در شمار از بخش‌های شهر گزارش شده است. در حالی که مسئولان در تدابیرشان بر بسته ماندن این مکان‌ها تأکید کرده بودند، هرچند کمیته مبارزه با کرونا کابل گفته بودند که خریداران عمده از ولایات می‌آیند، نیز خریدهایشان را از ساعت 5 تا 8 صبح انجام بدهند. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودید جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.